درافت مود جام جهانی اولین تجربه فیفا 23. سلام و درود خدا بر شما باد. توی این ویدیو اومدیم ما هم دیگه اولین تجربه‌مو از فیفا واسهتون بگم. فکر کنم هم که توی چنلمون اولین باریه که ما ویدیوی فیفا داریم میذاریم و کامل نیومدیم هیچ وقت خودمون فیفا رو نصب بکنیم و بریم بازی بکنیم ببینیم داستانش چیه. و حالا قصد ندارم که داخل این ویدیو مقایسه بکنم، فقط میخوام ببینم که چه جوریه، چون خیلی دیدم که میگن ایونت جام جهانی، حالا من میگم ایونت مود جام جهانی اومده و خیلی خفنه و این چیزا. میخوام ببینم که واقعا فیفا چه جوریه نسبت به ای فوتبال که گن زده، ببینیم که فیفا چیکار کرده. خب آقا توی قسمت فیفا که وارد میشیم منوشو اصلا نگاه کن چقدر جذاب طراحی کردن. همین الان گفتی نمیخوای مقایسه بکنی، همین اول کار مثلا که این ای فوتبال چی دارم میگم اصلا. یا اول فزباگ خورد، جام داره بعد جور میچرخه، نمیدونم درفتش کجاست. اما مود جام جهانی چه مثلا اینکه این اول بریم با هم دیگه کلاسیکی بازی بکنیم و ببینیم که از چه قراره بازی. اینجا چی داره؟ نمیشه کلاسیک مچ و هاوس رولز، ولتا فوتبال و ای فوتبال چمپیونزشیپ و چمپیونز لیگ و غیره که بله میبینی چقدر خداوکیلی. تو فقط نگاه کن اصلا منوی فیفا رو با ای فوتبال رنگ زرد و آبی خاک تو سرتون کنن. هنوز نه مستر لیگ اضافه شده، نه بیکام لجند اضافه شده، بعد یک سال خورده هیچ کدوم اینا اضافه نشد، بخش ادیت اضافه نشد، لباس ایران اضافه نشده. بعد ببینیم که آقا کیت تیم ملی ایران و بقیه تیم‌ها، تیم‌های ملی اضافه شدن یا نشدن. من میخوام اول یه بازی غیر ملی انجام بدم ببینم که داستان چطوریه، ها کیت و میتو اینا چگونه است. با تاتنهام نمیخوام بازی کنم، منچستر یونایتد براش بخاطر رونالدو که خیلی همش دراز کردن جیدن و پوسترشو از روی باشگاه منچستر یونایتد کندن و دنبال شکایت کردن از رونالدو هستن. نگاه کن چه آدمایین. با چلسی ما تو خیلی میخوام بازی کنم، لباس سبزمون میخوام اونا لباس آبیشون رو بردارن، به اضافه اینکه چرا اینکه مزخرفی شد سب کن در مز برداشتن، اونا لباس آبیشون رو برداشتن و اینجا یه دونه پلی مچ داریم که میره تو بازی احتمال زیاد و تیم منیجمنت که همون گیم پلن خودمون و گیم ستینگ. خیلی خوب در بخش تعویضی ها آقای کریستیان علی رونالدو رو ما میاریم و میذاریم فوروارد اون کراشورد رو پرت میکنیم بیرون و آقای برنو فرناندز هم پرت میکنیم با لگد، اصلا تو ترکیبم نمیارمش که حسابات بعد رفتاری کرد رونالدو. بریم سراغ بازی. به 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 کیفیت و نگاه خداوکیلی بیرون ورزشگاه قشنگ نشون میدی. به به حیف که شما موزیک رو نداری، از این بعد موزیک ها رو میذارم. به 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 سینماتیک رو بین، سینماتیک رو بین. به خدا هر کی بیاد این ویدیو رو ببینه فیفا بازا میگن این از کجا کدوم دوران جاهلیتی اومده میگه خیلی خوب به این واسه ما عادیه، واسه ما غیر عادیه، واسه ما که فوتبال بازی میکنیم غیر عادیه. بله سینماتیک رو نگاه میکنی با بچهای باشگاه دارن میان توی زمین. بله به 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 فیس های بسیار زیبا آقای میسون ماونت، هاورز، استرلینگ و اوبامیان. بله دست بچه هم سر میماله و بچه ناراحت شد. این کیسه؟ آها این سرمربی است و ایشون آقای جورجینیو که یکم چیزی از صدقه زده بیرون. چرا ایراد داره میگیری؟ همینش هم این فوتبال نداره. بله دست میدن و دست هم خیلی نرم داشتن میادن. آقای دخا در اون دروازه اینجاش خیلی شبیه ای فوتباله، یا ای فوتبال شبیه ایشون در برده یا اینا شبیه اون در بردن نمیدونم. خب میگه ضرب در نگرد، ضرب در نگرد داشتیم بازی شروع میشود و ببینم که دکمه‌هاش فقط چگونه است. آو با RL2 بازیکن عوض میکنه، مهدی خان PS. ببینیم که در این آها آریه کوبگیری یارت میاد به کمک. ببینم که در این بازی ما میتوانیم که چلسی فیفا را شکست بدهیم یا که خیر. بازی رو انجام میدن، توپو میرسونه کریستیانو رونالدو به آنتونیو، به وسط‌تر به خود کریستیانو رونالدو. رشفورد حرکت کرده و پاس چرا اینجوری پاس داد به سانچو میرسه و سانچو میاد شوتو میزنه. آخ شل زدی شوتو، این کیه؟ توخل مگه سرمربی چلسی نیست؟ بریم بجان جواب بده. تونی پاسش میده کریستیانو رونالدو، کریستیانو رونالدو به رشفورد، خودش به رونالدو، به رشفورد، ای بابا نه آنتونی، آنتونی میرسونه به کریستیانو رونالدو، کریستیانو رونالدو خودش حرکت میکنه و شوت محکم. چرا انقدر ضعیف دارم بازی میکنم؟ جان کورنل فرق میکنه؟ چرا؟ آها من الان میخوام بکشم عقب. آها میگه آ رو بزن. آها میگه کجای توپ ضربه بزنه. چه زیبا این ساید توپ ضربه رو بزن. الان چرا پس انگار رفته بالا اینا؟ چرا اینجوریه؟ چی شد اصلا؟ یا اول فن انگار ندادم خودش زد. بابا سینماتیک و کیفیت چمن رو بین فقط شما. تماشاچی ها رو خدا وکیلی نکن چه کوالیتی دارن. تنها نقطه ضعف فیفا یک مقداری گیم پلیشه، یک مقداری منظورم این انیمیشن بازیکن‌ها، حالا اینکه خود گیم پلی، حالا انیمیشن بازیکن‌ها هم جزء چیز میشه دیگه، گیم پلی میشه، دارم درست میگم؟ گرافیک عالی واسه بعد رو انجام دادن. کاسمیرو پاس میده خودش حرکت میکنن،
رشورد به رونالدو، رونالدو حرکت کرده، رونالدو راه میدادن، رونالدو تیر دو توی دروازه، کریستیانو رونالدو میره واسه شادی گل، خودش داره تکون میخوره. بله رفت تو، کجا داره میره؟ کجا داره میره؟ رفت سمت تماشاچیا. تماشاچیا چرا واسه ما هستن؟ بلند شین بغل کن اینا رو. بله نیمه اول تمام میشه، فقط نمیدونم چرا تو زمین اینا نمیرن بیرون. به به چه کیفیتی داره تماشاچیا. به خدا ما هیپ شدیم تو ای فوتبال، به خدا دارم میگم. بخش ترینر داره که من ندوم به چیه این بخش مچ فیس، نه مچ فکس، یعنی اونم ندوم به چیه. بریم ادامه ای بازی، بعدش بریم ببینم که درافت کجا هست و قسمت مود جام جهانی چم امتحان بکنیم که ببینیم چگونه است. خاکش دوست دارد این فوتبال. آنتونی پاس رو میده رو به وسط، خود آنتونی حرکت میکنه، پاس میرسونم بهش. چجوری کاددار میتونیم شوت کنیم؟ چجوری کاددار میزنه با آریه؟ الان کاددار شد یا نشد؟ یو اول فصل چرا دوربین رو زوم شد؟ آی آی یا علی چی میگه آردو رو نگردار؟ اون پای آردو رو نگردارم چه اتفاقی میفته؟ زبده رو بفشار، زبده رو بفشار، بازیکن عوض شده. چه قابلیت خوبی، خاک دوست دارتون کنن. پی اس پی سوی کس تعویض سری داشتیم، این فوتبال همون هم برداشت. آقا چی داره مثلا این یه دونه چیه حالا؟ آنتونی من فقط نمیدونم این چجوری اسکیل میزنه، اسکیلش رو یاد بگیرم خیلی خفن میشه. حالا حالا دستا به بالا بزن یه لحظه واسه. چرا من کورنر انقدر بد زدم؟ این ساید توپو بزنه، این برای توپو بزنه، اون برای توپو بزنه، اما این ساید توپو بزن. من ببینم که به کجا میکشی سانترو، چرا بالا نمیره این؟ آه سانتر بلند روی سر کریستیانو رونالدو، تموم شد بازی. میبره مهدی خان یکی بر هیچ در بازی اول خود در فیفا 23 شکست میده بدون دانش قبلی، استعداد خودش رو نشون میده. خدا وکیلی این قسمت ها رو میبینید چقدر باحاله، بازیکن های تیم تو با بازیکن های حریف خوشو بهش میکنن بعد از بازی، خیلی باحاله. و این عرقی که روی صورت رونالدو خیلی خفنه، ماشاءالله واقعا دست داره فیفا 23. بله آقای آلفونسو دیوید رو مشاهده میکنیم و کاپ جام جهانی که یک مقداری داره ریپ میزنه. و بریم سراغ اینکه ایونت جام جهانی چه خبره. چرا داره اینجوری میشه یا اول فصل؟ چرا داره اینجوری میشه؟ بابا بابا موزیک جام جهانی قطر روشه. پس میخواستی موزیک جام جهانی برزیل روش باشه؟ خب قطر دیگه. خیلی خب آقا این قسمت مود جام جهانی چی گفته؟ گفته فیفا ورلد کاپ لایو، فیفا ورلد کاپ 2022 که اینو نمیدونم چه جوریه. اینم آها این کیکافش. مود جام جهانی رو یه نگاه بندازیم. فیچرد کویک پلی داره، آنلاین کویک پلی و یور فیفا کل نه این نمیدونم چه. این فکر کنم دو روز دیگه باز میشه، اصلا نمیدونم. تو اصلا اطلاعات نداری حرف نزن. خب راجع بهش بدونیم اولی ببینیم چیه. خب اینجا شبیه بلیت جام جهانی، چه چیز خفنیه طراحیش. خب این اولین بازی افتتاحیه است، اینو یادمه. آها گفته نوامبر 20 نوامبر بالا نوشته آردو رو بزنیم. آها روز سوم اینجا فکر روز دوم فکر کنم بازی ایران. آها بازی ایرانو بزن. ایران انگلستان 21 نوامبر اگه اشتباه نکنم. ما میریم سمت ایران. تا آنجا که همه چیز بسیار عالی بوده و مخه جونم لباس ایران، خدای لباس ایران این شکلیه نه؟ آخه چون اینجاهاش نها کن، اینجاهاش فکر کنم لباس اصلی ایران، اینجاهاش یوز پلنگی نیست، اینجاهاشو دارم میگم. شاید هم باشه. خدای لباس ایران کمتر از یک هفته است اومده بیرون. قشنگ سری ضربتی اضافه کردن لباس ایران. خب ما کیت اول ایرانو برمی‌داریم و کیت دوم انگلستان. بریم ببینیم که آها خب بریم توی قسمت. آقا ایرانم ضعیف نیست. ایران هافبک و دفاعش یک مقداری ضعیف‌تر از مهاجماش هست، ولی ناگهان 3.5 ستاره است. یعنی قدرت ایران میتونه به چربه به انگلستان. خیلی خب بریم تیم منیجمنت. اگه اشتباه نگفته باشم اینتی دارم این مینیفیسش بسیار عالی نصب شده. نصب شده چیه؟ ما یک کولره. آقای علیرضا جهانبخش و مینی فیساشون همشون تکمیل خیلی خوب، به جز آقای کنانی زادگان و آقای خلیل زاده، بقیه همه مینی فیسا اوکی و عالیه و هیچ مشکلی نداره. آقای رضایان هم هست. بریم داخل خود ترکیب، خود بازی دارم میگم، که ببینیم که اونجا فیسا چجوریه و ترکیبم ترکیب اصلی ایرانه. لباس ایران هم روشون کن، لباس ایران دقیقاً همون لباسیه که الان تنشونه، یعنی میرن تنشون میکنن. چی دارم میگم؟ الان من میخوام آها فرمیشن ما آریک میره، همون فرمیشن خودشون باشه، من دست نمیزنم. و بریم سراغ پلیکران. اگر از بازی نیاد بیرون، چون من یک بار قبلش اومدم اینو نگاه کنم از بازی میومد بیرون چون این اکانت اشتراکی، اما در این حدی که بریم بازی رو ببینیم و لباس ایران رو ببینیم فکر کنم بتونیم بریم انجام بدیم. به به رخکن رو نگاه، کیفیت رو نگاه، خدا وکیلی چه حسرتی من بکن. نگاه کن نگاه کن آه فیس های ایرانی ها ناکن همشون درست نیستن. جهان بخش رو دیدم درست بود، حالا ببینیم کیا درست. اول فصل چقدر قشنگه، خدا وکیلی آفرین.
خدا وکیلی آفرین، خدا وکیلی آفرین. توپ رو نگاه. بله، بازیکنان انگلستان وارد زمین میشن و از ورزشگاه داره یه سری چیزا میاد پایین که خیلی هم زیبا کرده یادور رو و بازیکنان چی تماشاگر انگلستان رو مشاهده کردیم. اگه یه کمی لگ داری میبینیم به خاطر خود بازیه، به خاطر خود هایلایت های بازیه. بله، لباس انگلستان چه باحاله. چرا ایران نشونه میدی؟ یه کمی چشماشون خیلی داره اذیتم میکنه، کم ترسناک دارم میترسم واقعا چشماشونو. چرا ایراد داری میگیری الان؟ چرا واقعا دارم ایراد میگیرم؟ تو یا ابو فاز چشا رو نمید. بله، تیم ملی ایران نشون ندن فکر کنم، بعد نشون بدم. سرود خود ایران داره میذاره. جلال خالق، جلال خالق. واه واه. خب فیس بازیکنان ایران که همشون درست نیستش. حالا الان میبینیم که فیس ایرانی ها کدومشون درسته. عکس دست جمعیشون هم نشون میده. خاک تو سرت کنم مهدی که. خاک تو سرم کنم. واقعا حیف شدیم. بعد فیس سردار آزمون هم درسته. الان اینجا مشاهده میکنیم. فیس کنندگان بقیه بازیکنان که فیسشون درست نیست. تارمیر هم ندیدم. فکر تارمیر ندیدم. بزن اینجا الان میبینیم. بهرامنگ فیسش درست نیست. آزمون و جمعش درست بودن فیساشون. دفاع همون هیچ کدوم درست نیست، ولی خلیل زاده رو خوب در آوردن. جمعبخش درسته، تارمی درست نیست فیسش. فقط جمعبخش و آزمون درست بودن تا اینجای کار. فکر کنم من دیده بودم قدوس هم درست بود، ولی قدوس ما تو نیوردیم بخاطر اینکه تو لیگ انگلستان فکر کنم. بله، بازی شروع میشود و حالا اینجا تیم ملی ایران مقابل انگلستان قرار داره. ببینیم که تیم ملی ایران با حضور مهدی فیض آیا میتواند شکست بدهد تیم انگلستان بزرگ را یا که خیر. آزمون توپ میرسونه به جناح راست، توپ رو نگه داشتیم و پاس میدیم به آزمون. آزمون خودش با پشت پا میرسونن حالا به جناح چپ امیری، خودش امیری شوت میکنه. امیری نمیشه که بشه. از اون سمت تارمی، گل نشد، گل نشد. ای فوتبال کجایی که فیفا انقدر پیشرفت کرد و تو همون خونه اولت هم از دست دادی. سانتر علیزا جهانبخش روی سر بازیکنان ایران، من اون توپی که گل نشد. سعید عزت اللهی، سعید آقا، سعید عزت اللهی، برو برو حرکت کن ببینم. سانتر هلو تارمی توی دروازه، تموم میکنه رسالت خود را مهدی فیض بر فیفا 23. خدایی چه کوالیتی داره کیت، کیت ایران کوالیتیش. بنیامین جان، بنیامین جان بلور کنید تصاویر رو. بازی یک بر هیچ به نفع ایران. سردار یازم، ماشاءالله سردار یازم بازیکن غیرتی تیم ملی نسبت به بقیه بازیکن‌ها واقعا خودش رو نشون داد. که حالا خودتون بگیدین چی دارم میگم. ولی تمام میشه بعد اول با برتری یک بر هیچ ایران. تماشاگرای ایرانی رو می‌بینیم با کیت‌های سفید و استرلینگ رو داره نشون میده که یه دونه شوت زده فقط که اونم رفته بیرون. خدا وکیلی رنگ منو رو ناکن. چیکار کردی فوتبال واقعا؟ دارم محترمانه باهات صحبت می‌کنم. میشه فقط به من بگی چیکار کردی جام جهانی؟ مستر لیگ چی شد؟ بخش ادیت چی شد؟ بخش بیکام لژند چی شد؟ آپشن فایل نمیتونیم بزنیم. کیت تیم ملی ایران چی شد؟ کیت تیم ملی اوروگوئه کو؟ شهاب سوبرماریان، شهاب ادعای ایرانی آقا. تو میرسه به آزمون، آزمون پاسش داد، چقدر پاسش هم کادار بوده شو. جهان بخش، هول سانتر به تیر دو تانمی. چرا انقدر سراشون شتاب دور و سرعتیه؟ بگیر استرلینگ، استرلینگ بگیر، استرلینگ بگیر، استرلینگ بگیر. یا علی ماشاءالله، تک دست در میاره رو دروازه ما. آقا آقا با کدوم این وای میسا جلوی حریف؟ یا اول فصل، اول فصل تیر ایران به دروازه لرزه در میاد. چی دارم میگم؟ بزن هدو. ماشاءالله توپ در اومد. آقای تارمی جهان بخشه، جهان بخشه، بودو بودو دیگه ماشاءالله. نه نه تو من ناجلو غلط کردن، غلط کردن من ناجلو. تیر یک بزن. تمام، ماشاءالله ماشاءالله. فوروارد میدونه کدوم تیر بزنه، تیر یک بزنه، تیر دو بزنه. هم نور رفت، نور رفت. تمام، دو بر هیچ ایران میبره، دو بر هیچ در عین ناباوری با مهدی خان فیض در فیفا میبریم. به به چه نمایی خدا وکیلی. به 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 خوشحال باشین دیگه. کیتو نگاه، کیت ایران هم بد نیستا. بله بازی تموم میشه، من دیگه نمیخوام این ایونت رو ادامه بدم. بریم ایونت رو ادامه بدیم. به به سر آزمون چه فیسی داره. خیلی خب، اینجا رو که رفتیم بسیار ایونت باحالی هم هست. میتونی حالا آنلاین هم بازی بکنیم با رقبا، مثل اینکه اینجا زده حالا آنلاین میتونیم بازی بکنین همین مود جام جهانی و آنلاین تورنمنت هم میتونیم بریم، تورنمنت هم میتونیم بریم. اما من نمیخوام خیلی، چون اصلا پلیر فیفا نیستم که بازی خوب باشه، من جر میدم. توی چمپیونز لیگ که میای استارت بزنی، اولا که خاک تو سر ای فوتبال که همینم هم نداره. به اضافه اینکه تو میتونی از گروهی شروع کنی، میتونی از چه میدونم سمی فینال شروع کنی، یا میتونی از فینال شروع کنی بازی کردن. و این خیلی باحاله که دست کاربر رو قشنگ باز گذاشته، ولتا گذاشته، آقا نمیدونم هاوس رولز گذاشته، کلاسیک گذاشته و بقیه همه چی گذاشته واسهتون دیگه. التیمیت تیم یه سری دانلودای باید انجام بده. ببینیم که قسمتمون میشه درافت بزنیم یا نه.
خب آقا یه سری از بازیکن‌ها رو آورده، نمیدونم الان داستان اینجا چیه و ما باید اینجا چیکار رو بکنیم. دادا من می‌خوام برم بازی کنم، من اصلا اینا رو نمیدونم. بزن فقط بریم بازی کنیم. پلی یه پلی پیدا کردیم، بزن بریم. خیلی خب، آقای رونیو میگه بنداز بیرون. چشم، اینجوری ده. خب آقا یه چیزی واسه من اومد کلاسیک مچ، من یه درفت مرفت یه چیزی رفتم، حالا نمیدونم ببینم چیه. او ترکیب حریفه، بله فکر کنم بازی آنلاین است. بازی شروع میشود با دیلی و لگ فراوان. ای احمق، بله وضعیت اینترنت خیلی بده، من نتونستم درفت چی کامل پیدا بکنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و حد آخر این مونه. خدا نگهدار. ایونت جام، ایونت نیست که این آقا، قسمت کیک آف که فکر کنم قسمت چیز میشه دیگه، همین بازی همین چیز میشه، بازی چی میگم بهش، اول از قسمت کیک آف میخوام شروع بکنم. حالا نمیدونم درفتش کجا، این نمیدونم درفتش کجا، اما اینجا مثل این که همین داستان مود ای فوتبال. ای فوتبال چیه داری میگی؟ هی